چیکار بکنم؟ هیچ، تولد نوام بوده، دعوت ازمون کردن، گفتن بیام اینجا. من پیرن صبر می‌بینم. همه رو خود نوام گرفته. اومدید کیو تشویق کنید؟ دعوتتون بله. دعوتتون کدومه؟ این پسر من اصلا نمیخواست بفروشه پیرن. آقا من خودم دادم خودم اردر من آقای توکلی. آقا یه ایرانی رو بگید که شما که پیرن ایرانی، ایرانی رو قشنگ بگی که شما قراره که کدومتون بالاخره ام بی ای بعد بازی کنه. دو ایران ماریتا توکلی، اومدیم آقای حدادی رو تشویق کنیم به خاطر بازیشون در گیم منفیس، و اینو من اطلاع پیدا کردم از LA تایمز. سورپرایزی بوده از طرف دختر برادرم برای تولدش، ولی خب نمیدونستیم، سورپرایز بزرگی، و امیدواریم که این گیم رو امروز میبرن. من اینجا اومدیم فقط آقای حدادی رو تشویق بکنیم، تولد دخترم هم هستش، اومدیم جشن بگیریم. بله مانتره توکلی، خیلی خوشحال باشید. خیلی زیادی، همه فامیل و دوستا همه اینجا دور هم جمع شدیم. اومدی که حامد تشریف کنی، اومدی فقط اول تو جشن حدادی دیگه. اومدید حامد تشریف کنید، با هم دیگه یه حامد مشتی بگید که قشنگ من بگیرم. طبق معمول بازی‌های رسمی NBA، این مسابقه هم تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد تا خانواده‌ها در محیطی امن به تماشای بازی بپردازند. هرچه به زمان مسابقه و مراسم روز میراث ایرانیان در NBA نزدیک‌تر می‌شد، به تعداد تماشاگران ورزش دوست هم اضافه می‌شد. هر کس تلاش می‌کرد تا آشناها و اقوام خودش رو پیدا کند. مسابقه بسکتبال سبب خیر شد تا دیدارها تازه بشه و دوستان قدیمی همدیگر رو پیدا کنند. پیش از این ایرانی‌های مقیم کالیفرنیا تجربه حضور تیم ملی فوتبال ایران رو داشتند، ولی این برای اولین بار بود که لس آنجلس میزبان ایرانیان مشتاق بسکتبال بود. اونها که از شهرهای دور و نزدیک خودشون رو به محل برگزاری مسابقه رسونده بودند، بی‌صبرانه منتظر دیدن نمایندهشون تو NBA بود. خیلی از طرفدارای حامد که بهشون پرچم و عکس و پوستری از حامد نرسیده بود، خودشون رو به مهیار زوکایی، یکی از برگزار کنندگان این مراسم می‌رسوندن تا سرشون بی‌کلا نمونه. جالب بود که شبکه‌های تلویزیونی مختلف آمریکا که از حضور گسترده ایرانی‌ها متعجب شده بودند، به پخش این بازی و حواشی اون اقدام کرد. با اینکه دو تیم منفیس گریزلیز و لس آنجلس کلیپرز به هیچ وجه از نظر تعداد طرفدارا، افتخاران و اهمیت در حد و اندازه‌های تیم‌های مثل لس آنجلس لیکرز و باستن سلتیکس نیستند، اما خبرنگاران زیادی به پوشش خبری این مسابقه پرداختند.
بعد از رقص گروه لونا که حسابی حاضرین در ورزشگاه رو به وجد آورد، انتظار به سر رسید و حامد حدادی و تیم بسکتبال ممفیس گریزلیز وارد زمین شد. این دو سالی که گذشت، اوج حضور حدادی در بسکتبال. یه فلشبک میزنیم به گذشته. تابستون سال 2005 حامد به همراه تیم ملی بسکتبال موفق به صعود به المپیک برای اولین بار در تاریخ ایران شد و در پی اون حامد هم به اولین بازیکن ایرانی تاریخ NBA تبدیل شد. حامد حدادی برای اولین بار در جریان رقابت‌های پیش‌فصل و در بازی برابر واشنگتن ویزارد در 8 اکتبر 2008 در ممفیس با سبد NBA آشنا شد. بعد از اون مرتب بین تیم ممفیس گریزلیز و داکوتا ویزارد تو شهر بیسمارک که در دسته پایین‌تر قرار داشت در رفت آمد بود و حتی وقت زیادی رو پیدا نکرد تا اسم همتیمی‌هاش رو یاد بگیره، چه برسه به این که بتونه آشنایی زیادی با همتیمی‌هاش و زندگی در آمریکا پیدا کنه. میشه گفت تعداد ایرانی‌های مقیم آمریکا که حامد حدادی رو می‌شناختن و یا چیزی در موردش شنیده بودن اون روزا خیلی کم بود. همه به هم میگفتن یه ایرانی اومده تو NBA اما نمیدیدنش. ولی سال دوم حضور حدادی در بالاترین لیگ بسکتبال جهان فرق میکنه. حالا خیلی از ایرانی ها و آمریکایی ها ایرانی بلند قامت NBA رو میشناسن. حامد میدونه هواداران مهاجر ایرانی آمریکاییش رو چطور راضی نگه داره. یه شب قبل از این مسابقه تو گفتگویی که باهاش در هتل محل اقامت تیم ممفیس داشتن، از اون سوال هایی که طرفدارانش برای ما فرستاده بودن پرسید.